بله، برنامه سوالی از شما بپرسم. دوستان، خب این روزا شما کار رادیویی انجام میدین در لس آنجلس و مردم بیشتر شما رو با کار تلویزیونی میشناسن، ولی واقعیت اینه که حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدین، 40 سال، 50، نزدیک 50 سال قبل شما برنامه رادیویی داشتین. البته من قصد دارم این سوال بکنم برای که از اولین کسانی بودین که در برنامه رادیویی در اون دوران مردم رو درگیر برنامه کردین. مردم یعنی اون موقع سابقه نداشته که خیلی ها، وقتی یادمه که در سالها قبل در لس آنجلس رادیو صدای ایران شروع به کار کرد و برنامه که در واقع خطا از زمان رادیو صدای ایران باز شد و مردم تونستن برن با مجری برنامه و گفتگو داشته باشن، ولی واقعیت اینه که سالها قبل از اون شما در ایران و رادیو ایران این کار رو انجام داده بودین، مردم رو خطا آورده بودین. دلم میخواد خودتون راجع به اون دوران بگین و اینکه اصلا چه ارزیابی دارین در این 40-50 سال. ما پیشرفتی کردیم، پسرفت کردیم، نگاهتون رو دلم میخواد جویا بشم. راجع به پیشرفت که بنده معذرت میخوام، ولی در مورد اینکه سابقه رو عرض کنم، من خب ضمن تئاتر، ضمن فعالیت‌های تئاتری و خوندن این حرفه، نمیدونم، هم تجربی هم تئوری، به موازات همه کارهای مربوط به این فن رو انجام دادم. از رادیو شروع کردم به موازات تئاتر و بعد که آمدم تلویزیون، مثلا 44 بود که تلویزیون رو به عنوان یک برنامه مستقل شروع کردم و حضورتون عرض کنم که قبلش برنامه تئاتر داشتیم از هنرهای زیبا که بعد شد فرهنگ و هنر، و طبیعتاً وقتی که رادیو و تلویزیون ادغام شد، اون موقع باز تجربه رادیویی خودم رو ازش بهره گرفتم. یه مدتی نوبتی روزهای جمعه صبح برنامه بود، اما یه برنامه ثابت داشتم به نام 53-2-83 که بعد از ظهرهای جمعه بود تا ساعت 8 شب سر اخبار، و یک روزایی هم مثل 13 فروردین من از 8 صبح میرفتم تو استودیو تا 8 شب و یک برنامه به هر حال مفصل 13 بدری داشتیم که تقسیم بندی میکردم. یه بخشش برای رفتن بود، یه بخشش برای اتراق کردن بود، یه بخشش برای برگشتن بود. نتیجتاً از این کارا هم میکردیم. یادشون گرامی، یادم نمیره که آقای فرازمند میومد آخر برنامه و ضمن اینکه خسته نباشید میگفت یه 5 پهلوی هم میذاش کف دستمون و تشکر میکرد که این برنامه رو مرد تفسیر خبر. بر تقدیر این سابقه بنده بوده. ولی حالا این بخشی شده میخوام ببینم شما مردم رو اینوار میکردین، درگیر این گفتگو میکردین، میخوام ببینم که مردم اون موقع که خیلی تازگی داشت، اگر چه برخوردی با شما داشته، اصلا تعریف از برنامه میکردن، مخالفت داشتن، چی بود؟ تصویر بکنین اون دوران رو. خیلی 50 سال قبل میدونی اینترنتی نام نبوده، به تب تازگی داشتین. صحبتی که میکردن، بعضیا مثلا ترانه میخواستن، بعضیا از برنامه تعریف میکردن، بعضیا مطالبی داشتن گوشزد میکردن در همون حد انتقادهایی که ما میکردیم، چون میدونی من همیشه کار انتقادی داشتم. بله. به همین دلیل هم امروز اینجا در این برنامه فکر خواهش میکنم. اون وقت من، شما داری تاریخ میگی 40 سال و گفتم پیشرفت نکردیم، به این دلیله که اون روز ما نیازی نداشتیم به شنوندمون بگیم رادیو تو ببند، نیازی نداشتیم بگیم آقا در همین محدوده که من دارم صحبت میکنم صحبت کن، چون خودشون میدونستن. در همین، اگر من راجع به شهرداری حرف میزدم در مورد شهرداری صحبت میکردن، اگر در مورد شرکت واحد حرف میزدم اینها در مورد شرکت واحد با من صحبت میکردن. نمیومد بگه آقا پریروز یا هفته پیش شما توی تلفن یکی اومد اینو گفت، حالا من میخوام جوابشو بده. نه، اینا رو امروز اینجا داریم و من متاسفم از این قضیه. آقای بنای خیر بشه، واقعیت اینه که با عرض کردم آقای لاجوردی هم شاید دقیقاً ندونن امروز من چه برنامه‌ای به عنوان مسئول اجرایی این برنامه تصمیم گرفتم انجام بدم. واقعیت اینه که مدت هاست یه بحثی اصلا تو جامعه همین رسانه ها لس آنجلس مطرح هست دیگه، میدونین، این که هیچ کسی نیاز به من نداره که من بهمن فتی بشینم اینجا از کسی دفاع بکنم، تعریف بکنم، تمجید بکنم. تمام این ناظرینان خودشون به هر حال کسانی هستن، فعالین سیاسی، میدونن که چیکار میکنن. ولی خب مدت ها قبل در 2-3 ماه اخیر
یه گروهی اول با تلاش‌های نقطه نظرهای شاهزاده دی که دو تا مصاحبه داشتن نقطه نظرهاشون رو گفتن، یه گروهی نامنگاری. و ببینید تو آمریکا هم این صحبت ها میشه، یعنی آقای ترامپ میاد حرفاشو میزنه نقطه نظرهاشو میگه، مردم اون رو نمیگن که باید یا نقطه نظر منو بپذیری یا اگه نپذیری شاخشونه بکشن. جامعه ما متاسفانه اینطوری شده. مدتا به هر حال خیلی ها به ایشون بی احترامی کردن و بعدها اصلا خیلی زیاده. من پریشب داشتم فیسبوک رو پرس کنین مرور میکردم، دیدم که نوشته بودن در کنار نام دکتر اسماعیل نوریالا یکی نوشته بود مزدور. من وقتی داشتم میخوندم اینو دیدم که اسماعیل نوریالا به اندازه، حالا اون آقا رو من نمیشناختم، فقط تصویرش دیدم، موهای پرپشتی هم داشت، واقعا به اندازه به واقع تمام موهای آدم، در زمینه ادبیات، شعر، نقد فیلم، هزار کار موندنی برای من و شما ایرانی کرده. شما میتونید با نقطه نظر سیاسیشون مخالف باشیم، آخه این برخورد که نمیشه. و بعدم که ما خودمون برنامه آینده ایران رو این 6-7 ماهه که به هر حال در جریان شما هستیم در این تلویزیون و بعدم کنفرانس نشست تورنتو که بسیار رانی به هر حال نمیخوام بگم کل جامعه بود، ولی واقعیت اینه که آقای خیاط باشی 36-7 سال دلیلی که ما اینجا هستیم، به نظر من یه گروهی اگرم بسیار علاقمند بودم ولی راه رو غلط رفتن. دلیلش هم همینه که ما 6-7 سال اینجاییم، برای اینکه توهین و فحش ما رو به جایی نمیرسونه، ما رو از هم دور کرده. یعنی یه گروهی ناخودآگاه، من اصلا متهم نمیکنم اینا برای جمهوری اسلامی کار میکنن یا حقوق میگیرن، این کارو اصلا درست نیست، چون این هم از اون بحثایی که تا هر کسی حرفی میزنه فوری مارک میزنن، ولی واقعیت اینه که قدمهایی برداشتن، حرکتایی که کردن به نفع جمهوری اسلامی بوده. وقتی ماها رو یعنی قدرت تخریبی داشتن، قدرت سازندگی نداشتن، ولی همین که ماها نتونستیم کنار هم بشینیم. من میخوام بدون فوت وقت یک دونه، دوستان منم اطلاع از این موضوع ندارن، پیغامای خب به تبع من مجری برنامه هم، برای من پیغامای گذاشته میشه، گاهی وقتا هم به هر حال از ادب خارج میشم، من از بینندگانم قصد ندارم همشو اینا رو پخش کنم، ولی دلم میخواد یک شب همون آقای امیر خان اتاق فنی تقاضا میکنم اون اولین پیامی که من مدتی قبل در تلفنم داشتم پخش بکنیم. من میخوام ببینم ما کجا داریم میریم. این افراد پشت میکروفون میشینن در لس آنجلس سخن میگن، اینکه چقدر جا دارن اون بحث من نیست، ولی گفتم حالا با دوستانمون پی میگیریم اون پیام اول رو ما بشنویم. خیلی فاطمه من شده نظر هستم، شبتون بخیر. برنامه امروز شما رو من دیدم، تو امروزم سکوت کردیم به دلیل اینکه من باور داشتم که بالاخره ما ممکنه بتونیم به یه نقطه نظر مشترکی برسیم. اما به مسئلهی که امروز اشاره شده و آقای لاجوردی با بیشرافتی تمام اون رو به یک البسته تشبیه کردن که میتوانن کت شلوار بپوشن، خود شما خوب خاطرتون هست در نشستی که در لس آنجلس بود با چه تمسخری در ارتباط با پرچم این آقا دم در صحبت کردن. خود شما شاهد بودین و میدونین، به هر کس میتونین بگین نه آقای فتی، اما به من نمیتونین بگین نه، چون خود شما حامل پیام بودین. نتیجتاً یا این بازی زشت با پرچم رو آقای لاجوردی خاتمه میدن، یا مطمئن باشن با یک عکس عمل بسیار 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 شدید مواجه میشن که هرگز در زندگی سیاسیشون فراموش نخواهند کرد. اسم من شوخی نظره و امیدوارم که حتما حتما من به خاطر داشته باشید. شب شما بخیر. سپاسگزار هستم. و آقای لاجوردی، من عذر می‌خوام، شاید شما نمی‌دونستید من قصد دارم اینو پخش کنم. به هر حال من یاد الله کرم اوایل انقلاب انداخت. واقعیت اینه که اولا اصلا ایشون در اون جلسه نبودند، یک هیچ پیامی من به کسی نبردم نآوردم. دو تا از دوستان دیگر در اون جلسه حضور داشتن، آقای فروخ پیرنیا و آقای پاشایی. من اسامی را میارم که بدونید چه کسانی. و کنفرانسی بود در رابطه با اعدام که شاید از معدود کنفرانسایی که تمام ایرانیان، چون حداقل یه موضوعی بود که ما گفتیم ما همه بیایم این اعدام رو از این سرزمینمون یک بار بر بچینیم. واقعا آقای خیاط باشی نظرتون چیه راجبه همچین برخوردی؟ ببینید
کسانی که کار سیاسی هم میکنن، گاهی وقتا میکروفون هم در اختیار داشتن. شما که 5-6 سال تو این کار هستید، اصلا این میکروفون و این امکانات در اختیار امروز قرار میگیره، چقدر درسته چقدر غلطه و نظر شخصیتون رو دارم میخواد جویا بشه. والا من وقتی که میبینم شعار میدیم که آزادی بیان هست، آزادی اعتقاد و نمیدونم ایدئولوژی هست، آزادی مذهب هست، اینا رو داریم شعار میدیم، طبیعتاً بایستی یه مقداری تحمل اینو داشته باشیم که یکی دیگه ولو اینکه برعکس ما فکر میکنه اون هم قابل احترام باشه. و یه مطلب دیگر رو بنده میخوام در کنارش قبلاً عرض بکنم، هر گروهی، اینو من بارها گفتم، هر گروهی بخواد با توهین، با فحاشی، با نمیدونم واژه‌هایی که مناسب نیست واقعا ادبیات سیاسی این رو نمیپذیره، بخواد طرف بشه، خب باید این توقع رو داشته باشه. اون گروه هم به کسانی که اینور هستن به همون ترتیب با همون الفاظ طرف بشه. من یک بار گفتم اگر کسی مصدقی هست میخواد به سلطنت طلب توهین بکنه، خب اجازه باید بده، یعنی این جواز اصلا صادر میکنه که سلطنت طلب هم به مصدقی توهین بکنه. و اون وقت این همینطوری بده بسونه بیمعنی وقت تلف کنی خواهد شد که راه به جایی نخواهیم برد، کما اینکه 38 ساله ما راه به جایی نبردیم. من با این نوع برخوردها که بخواد واژه هایی که به هر حال بارش اون باری نیست که باید آدم در بیان محاوری با دوستانش با نمیدونم مخالفینش برخورد بکنه، من این حرکت رو قبول نمی‌کنم. آقای قلبش فکر نمی‌کنین همین ادبیات بوده؟ دوستانی از ایران میان، من اعلان کردم که بله GLVز اعلان کرده که فرض بفرمایید تلویزیون اندیشه از دیگر تلویزیون‌های سیاسی بیننده بیشتر داره، ولی واقعیت اینه که ما در مقایسه با تلویزیون لس آنجلس، مقایسه با تلویزیون‌هایی که به هر حال بودجه دولتی هستن، بودجه‌های فراوون دارن یا هر چی، یا من و تو اینا، بسیار پایینه. و شما هم من هم آدمای کنجکاوی هستیم، دوستان ما وقتی بسیارانی از ایران میان سوال میکنیم، گاهی وقتا به من شما برخورده که باید هم بر بخوره، برای اینکه ما جزء خانواده رسانه هستیم، که بعضی دوستان گفتن تلویزیون لس آنجلس باعث گاهی وقتا خنده و سرگرمی یک گروهی هست. آیا این نیست که همین ادبیات، همین برخوردهاست که هم بیننده ریزش کرده، که ما بسیار میتونستیم بیننده، برای اینکه به هر حال تلویزیون نمیدونم بی بی سی، وی او ای، ما بارها میشینیم ایراد میگیریم که این مال دولت‌های دیگه هن و انتظارهای به غلط داریم که از ما منافع ما حمایت بکنن، که خب این البته انتظار غلطیه وقتی یه دولتی میلیون‌ها خرج میکنه، ولی میبینیم حتی با دونستنی که این دولت‌ها نمیدونم بیننده ها بر منافع کشورهای دیگر دنبال میکنن، ولی بیننده بیشتر از ماها دارن. همین نیست که اون رعایت این چیزا در اون تلویزیون ها میشه و این حرمت ها در تلویزیون لس آنجلس از بین رفته دیگه؟ من تعجب میکنم که خوشبختانه ماها همدیگر میشناسیم، ما میتونیم مثلا اگر یه برداشتی هم داریم، حالا درست اصلا درست، بیام زنگ بزنیم با همدیگه صحبت بکنیم ببینیم که واقعیت داره، من اشتباه برداشت کردم یا گمان زنی دارم میکنم، و در یک شرایط دوستانه ماجرامو مطرح بکنم. اگر به نتیجه نرسید اون وقت بله میام رسانه‌ایش میکنم، اونم با یه اصلا تحتی زشت، میدونی واقعا الله کرم من نمیدونم، من همیشه گفتم هنوزم دارم میگم زبان پارسی برعکس اون کسانی که میگن زبان ضعیفی هست، من معتقد نیستم. زبان پارسی انقدر واژه های فاخر داره که شما میتونید بدترین دشنام ها رو در همون بیان فاخر به طرف مقابلتون بگید، اما لزومی نداره اصلا به اونجا برسه. اصلا لزوم، وقتی که میگم آدما با هم آشنا هستن، تلفن همو دارن، تلفن میکنن، میتونن اول رفع سوء تفاهم بکنن، اگر دیدن که نشد، اگر دیدن که اون چیزی که فکر میکنن داره سرشون کلاه گذاشته میشه یا غیر واقعی داره مطرح میشه، اونجا بیان و بعد رسانه‌ای بکنن و اعتراض بکنن، اونم با یه ادبیات دیگری، نه اینکه بخوام بگوییم مزدور است و خائن است، و چون خائن و مزدور اصلا بار این کلمات رو نمیدونیم، عجیب غریب سنگینی داره. ما همینطوری
دست و دل بازی میکنیم، همینجوری میگیم این واژه ها رو. آقای لاجوردی، عذر میخوام، شما این به حقیقت من به بینندگان میگم تا این لحظه ایشون نشنیده بودن، چون من همش آقای حیات بشیر، نه برای اینکه من با خودم یک گرفتاری داشتم که چیکار بکنم. آخه قشنگ نیست، اصلا احساس میکردم همه کوچیک میشن. این ادبیات همینه که ما رو دوباره تکرار میکنم، 37 سال اینجاییم، 37 سال دیگه هم خواهیم بود. آقای دکتر لاجوردی، دلم میخواد خودتونم چیزی، چون من یک تونه بیشتر، یکی دیگه قصد دارم یک برنامه دیگری رو پخش کنم و راجع به اون صحبت بکنیم. امروز بینندگانم حتما فرصت کافی خواهند داشت که در این زمینه اظهار نظر بکنن، سخن بگن. شما آقای لاجوردی چیزی میخواین اضافه بکنین؟ نه، من فقط سورپرایز شدم که یه همچین چیزی شما پخش کردید. البته طبیعی است که شما کارگردان برنامه هستید و همه امکانات در اختیارتونه. تصور من بر این بودش که اگر ما بخوایم در این زمینه صحبت بکنیم باید مسائل بیشتری رو مطرح بکنیم، ولی اجازه بدید که اون مورد دیگه ای هم که دارید پخش بکنید بعدا صحبت بله بکنید. اجازه بدید یکی دیگه، یک اتفاق دیگری رو هم از یک همکار تلویزیونی پخش بکنیم بشنویم، بعد این برنامه رو پی میگیریم. اگر اتاق فرمان حاضر هستن، دلم میخواد که دو سه دقیقه بیشتر نیست، در بحثی بوده، اظهار نظری بوده در تلویزیون همکار ارجمند ما آقای شهرام همایون. به نظر من کمی سسته، نظرت میخوام ازت. علو بفهمید. درود بر شما جناب همایون عزیز. درود بر شما. اجازه بدید تا بدرود من با شما صحبتی داشته باشم. بفهمید. اولا یک سال ازتون دارم. شما شاید بخواید یه سر دیگه بدرود بگیم وقت چکار کنیم؟ یک سال ازتون دارم. بعد بیرم سر داستانی شاهزاده. آقای دکتر حسین لاجوردی، آیا ایشون در حقوق بشر کاری هستن؟ والا چه ارز کنم؟ هستن. پس یه حقوق بشری در اپوزیسیون سه روزه آینده ایران منو کتک زدن. این بماند که صداهاش. آقای لاجوردی شما رو کتک زدن؟ بله کتک زدن، یعنی من با ایشون، با خانم ایشون جلوی در، خانم ایشون داشتن با من صحبت میکردن که طوفان ما سه روز این همه زحمت کشیدیم، شما میگین ما رو سانسور میکنی؟ سانسور چه بیشتر از این که پرچم شیر خورشید و من روی میز کنفرانس بذارم و آقای لاجوردی داد بکشه سر من، ورش دار اینو از روی میز، دیگه سانسور بیشتر از این. آقای همایون داشتم صحبت میکردم، ایشون از ته سالن اومدن و من اصلا آمادگیشو نداشتم. به خانمشون گفتم سری با تو برو کنار، با دست راستش محکم تو دسته تا به من کوبید که من حالا روماتیز و چمه دونه این چیه که روی میکیشم در تمام وجود من سرا گرفت و بعد ایشون من رو محکم ببرید و رازش کوبید تو دستید چمه من که من حالا تو پرکیدم، ولی چون جمعیت زیاد بود من سر جا خودم تقریبا ایستادم. این حوض بشریه، این اپوزیسیونه، اینه که میخواد برای ایران آینده سادی بکنه. بعد میدونیم در دوشنبه فردای آخرین شب توی مصاحبه شون از طور تو با آقای فتی چی گفتن؟ گفتن یک زهرا خانمی اونجا بود اومد به هم بزنه، امیدوارم اون زهرا خانم چادر به دور کمر ایران و تهران نباشه. آقای همایون من از درون شما به درستی گفتیم، ما قبل از همون از قانون اساسی ما برای حفظ تمام عرضی ایران بلند شدیم و به طرف داری از قانون اساسی. آقای همایون شهرم رو گشتن، آقای همایون به زردگی ما گشتن، آقای همایون در همسایه را همه رو گشتن به خاطر آزادی ایران. بله دلم می‌خواست اون بخش چند ثانیه بود ایشون حرفاشون رو می‌زنن. اتفاقا قبل از اینکه خانم بیان رو خط، من سوالی از آقای همایون دارم. یک آقای اظهار نظر می‌کنن، آقای همایون به درستی می‌گویند که حرف ایشون رو قبول ندارن چرا که اون آقا سندی ارائه ندادن، ولی وقتی که این خانم اظهار نظر میکنن آقای همایون میگن که خیلی متاسفم. برای آقای همایون باهوشتر از این حرف هاست، این که اجازه میدن یه کسی که میدونه آخه کتک زدن و اینا، ببینین 100 تا 200 آدم اونجاست و خود ایشون هم میدونن آدم ها رو میشناسن آقای همایون،
چرا اونجا سند میخوان، به درستی هم سند میخوان، ولی اینجا سکوت میکنن. در طول سال گذشته بارها آقای هماینی این کاری کردن با حالا خود من خارج از این برنامه، و به هر حال آقای خیاط باشی اینم بخشی از شما به معنی همین کاری کردید. اینکه مجری من اینجا نشستم واقعا، اینکه تا چه حد من میتونم به مخاطبم اجازه بدم حرف بزنه با سند بی سند، آیا همین راحت هر چی دلشون خواست باید گفته بشه و در چارچوب دموکراسی آزادی ما بگیم که بله باید همه بتونن سخن بگن، آیا به این شکله؟ حضور شما عرض کنم اگر من میدونستم که در یک چنین جلسه میخوام بیام نمیومدم، برای اینکه شما یه چیزایی رو خودتون عاملی برای بزرگ کردنش میشین که من اصلا خبر نداشتم چه میخواد بشه. من فکر کردم با من میخوان گفتگو کنه، اما حالا که آلوده این کار شدم، بله، بنده مخالف این هستم که یک جایی یک اتفاقی، حالا بنده میگم حقیقت داره، اگر حقیقت داره شما باید برید وکیل بگیرید، یا اینکه بیان تو همین برنامه، من میدونم شما تلویزیون جای محاکمه گبن، بیان اینجا و به مردم بگن که این آقای لاجوردی که داره اینجوری صحبت میکنه با شما یه همچی بلایی به سر من آورده. اینی که بخواد آدم بلندش بره یه جای دیگه و یه جور دیگه بهره برداری های دیگری بشود، و متاسفانه گفتم من آلوده این قضیه نمیخواستم بشم، شدم. همه ما پرونده بد داریم، پرونده زشت داریم که اگر راجع به اینا بخواد صحبت بشه هممون رو باید بذارم بیخ دیوار. اون وقت یه دفعه میشیم عابد و زاهد و مسلمان ها و در راه و مسیری حرکت میکنیم که دیگران رو بخواهیم صدمه. من نمیدونم آقای لاجوردی اینجا هستن، آیا شما کتک زدین آقای لاجوردی؟ من تکلیفم با شما روشن کنم، شما یه خانمی رو کتک زدین، معذرت میخوام. اجازه میدید پس آقای فتی؟ اجازه میدید؟ بله خواهش میکنم. ببینید آقای خیاط باشی، من بسیار متاسفم. جای دیگه هم مطرح شده که روز اول کنفرانس این کار انجام شده و من کشیده تو صورت این خانم زدم. اولا که همونطوری که خود جناب عالی هم میدونید، ما کنفرانس هامون، نشست هامون از سر دقیقه و ثانیه آغاز میشه تا اون آخرین مرحله، و تمام اینها روی یوتیوب هست. 28 ساعت دقیقا، تمام 28 ساعت در سه روز انجام این بحث تمامش فیلم برداری شده وجود داره. از طرف دیگه خود این خانوم از لحظه ای که وارد شدن در اونجا با یک آیپد فیلم گرفتن و مرتب رفتن بیرون و مخابره کردن. اجازه بدید من تا این رو یادم نرفته یه نکته خدمتتون بگم آقای خیاط باشی، شاید شما هم با وجودی که همه چیه این ماجراهای کارهای ما رو میدونید این یکی رو ندونید. اولین کنفرانسی بود که ما در انجمن پژوهشگران ایران در پاریس گذاشتیم، دومین کنفرانس شاید، مال 24 سال پیشه، و دو نفر از ایران آمده بودند، آقای دکتر باقر پرخام و آقای دکتر چنگیز پهلوان. این دو نفر آمدن اونجا، اون کسی که آمده بود فیلم برداری میکرد، ما دیدیم که کنفرانس که تموم شد گفتند که فیلم توش نبوده، پاک شده. ای بابا، ما این همه دردسر از جاهای مختلف دنیا، احمد اشرف از امریکا بیاد، نمیدونم داریوش و همایون کی همه اینها حضور داشتن، چطوری فیلم پاک شده؟ گفتن آره فیلم مشکل پیدا کرده بود و پاک شده. یک سال بعد یکی از این افراد رو وزارت اطلاعات خواست و ممنوع خروجش کرد به دلیلی که در این کنفرانس شرکت کرده بوده. بعد این که گفتش که من کجا همچه حرفی رو زدم، تمام فیلم رو آوردم براش نشون دادم و کار به جایی رسید که ما گفتیم که خب برای اینکه این آرشیو ما کامل بشه ما باید اون فیلم رو هم از وزارت اطلاعات درخواست بکنیم. من نمیدونم که این خانم فیلم رو کجا مخابره میکردن، حالا برای تلویزیونی بود، برای جای دیگه بود، اینا رو نمیدونم، ولی واقعیت قضیه اینه که اگر که یک همچین اتفاقی افتاده حتما یه چیزی وجود داره،
این که نمیشه که نباشه که. ولی آقای حیات باشی، برای اینکه جناب علی خب طی سالهای بیشماره که بنده رو میشناسید و به بنده لطف و محبت دارید، آیا فکر میکنید که از من برمیاد که بلنشم تو گوش خانومی بزنم، اون هم به قول آقای کاردان جلوی دوربین؟ حالا این یه قسمت قضیه است، ولی در یه دقیقه دیگه اگر آقای فتی اجازه بدید فقط من یه نکته دیگه ایرم اشاره بکنم. آقای خیاط باشی، از روزی که ما از 7-8 ماه پیش این برنامه رو آغاز کردیم، اسمش رو گذاشتیم آسیب شناسی اپوزیسیون، و دعوت از همه کردیم، بارها و بارها خواهش و التماس کردیم که حضور پیدا بکنن، دو سه نفر پیدا شدن این وسط. من به طور قطع و یقین نمیگم که اینها مأمور جمهوری اسلامی هستن، حتما نیستن، ولی کادرهایی که توی این مدت کردن هیچ چیزی جز مأمورین بدون واسطه جمهوری اسلامی نکرده، به این معنا که از روز اول من شدم نمیدونم عضو سپاه پاسداران، پدرم شد شهید انقلاب، من عامل پولشویی در پاناما شدم، من بچه‌مو کشتم که معروف بشم، من نمیدونم تجزیه طلب شدم، من جاسوس اسرائیل شدم، من از عربستان سعودی پول گرفتم، با ادبیاتی که نه به این شکلی که من میگم، متجاوز از 100 صفحه یکی دیگه مطلب نوشته، یک جمله در علیه جمهوری اسلامی نیست. آیا فقط و فقط به این دلیل که ما پامون رو خط قرمز گذاشتیم؟ خط قرمز چی بودش آقای خیاط باشی؟ شما که در جریان کامل هستید، سوال اینطور مطرح شد که آیا ما در این 37 سال اپوزیسیون موفق بودیم یا موفق نبودیم؟ بیایم بشینیم موارد مثبت و منفی خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم که اگر که منفی داریم چیکار بکنیم که در مقابل جمهوری اسلامی بتونیم بیستیم. حرف دیگه ای اصلا نبود. ما دادگاه نمیخواستیم تشکیل بدیم، قضاوت نمیخواستیم بکنیم، ولی متاسفانه و متاسفانه این مسائل مرحله به مرحله ادامه داشت تا اینکه به هر حال حالا من شکنجه‌گر شدم، من نمیدونم مخالف پرچم شدم، در حالی که بحث پرچم بحث مسئله روشنی بود، بحث این بود که ما دو پیشنهاد به اپوزیسیون کرده بودیم، همه مردم این رو میدونستن که برای اینکه پرچم خودش یکی از موارد اختلافه در 37 سال گذشته، ما بیایم دو بحث سرنگونی نظام و یک پارچگی ایران به شرط برابری رو مطرح بکنیم. شما اگر بدونید که فیلم درست کردن، نمیدونم که بنده رو با آقای شیمون پرز، منو از زبون من که من جاسوس اسرائیل هستم، آخه که چی؟ هدف اینه که من کنار بنشینم؟ خب این که واقعیتش اینه که خب نمی نشینم کنار. اگر که بحث در اینه که بیایم هر روز یک مسئله رو علم بکنیم، من دموکرات نیستم، من حقوق بشری نیستم، من اصلا این بحث به کجا میرسه در نهایت؟ فقط و فقط من یه نکته ای را بگم به صحبتم رو تموم بکنم. آقای خیاط باشی، آقای فتی در جریان کامل هستن، تمام برنامه های ما در اندیشه اون زمانی که یک جلسه در هفته بوده، بعدش که دو جلسه در هفته شده، دوشنبه ها پنجشنبه ها موجوده، وجود داره، همه در یوتیوب هست، همه در آرشیو اندیشه هست، چقدر با دعوت کردیم از همه. ولی من امروز با تمام وجودم، با وجودی که میتونم من با سلطنت مخالف باشم، ولی به عنوان یک ایرانی که برای مملکتم فکر میکنم، با شاهزاده رضا پهلوی اظهار همدردی میکنم، با بعضی از اینهایی که خودشون رو طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میشناسن، من اظهار همدردی میکنم واقعا، برای اینکه به هر حال شخص رضا پهلوی یک دیدگاهی رو داره، من میتونم موافق باشم یا مخالف باشم. آیا من میتونم ایرانی بودن اون رو از بین ببرم یا شما میتونید ایرانی بودن من از بین ببرید؟ ما یاد نگرفتیم که با هم زندگی بکنیم، ما یاد نگرفتیم که بتونیم که یک حرکتی رو انجام بدیم که این حقارت و بی‌هویتی جمهوری اسلامی از سرمون برداشته بشه. ببخشید طولانی من یه سوال دارم جناب دکتر لاجوردی، ببخشید من میخوام ببینم که شما چند سال فعالیت میکنید در زمینه سیاسی؟
جناب خیاط پوشی، خودتون که در جریان هستید، چند ماه دیگه انجمن پژوهشگران ایران که حالا میگن اصلا وجود خارجی نداره، این 12 جلد کتابی که داره، این 800 خورده سخنرانی که داره، این 50 چند کنفرانسی که گذشته همش فیلماش وجود داره، 800 خورده نفر درش حضور داشتن، به هر حال من توی این بدنه بودم تا قبل از اینیم که این حرفا رو بزنم، نمیدونم بیام بگم آسیب شناسی اپوزیسیون که به پریش قبایی دی بر بخوره. خب به هر حال گروهی معتقد بودن که من اگر پا به میدون بگذارم یه کاری رو انجام بدم ممکنه یه قدمی برداشته بشه. حالاست که همه به یک باره خواسته اون بدنه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، واقعا من متاسفم، واقعا اظهار همدردی میکنم با شخص رضا پهلوی، به خود ایشون هم خواهم گفت که یه همچین کسانی به عنوان طرفداران ایشون هستن. بفرمایید. منظورم این بود که شما سوال کردم چطور شده که در این مدت 30 و چند ساله، 37 ساله، 38 ساله شما عضو سپاه پاسداران یا این چیزایی که گفتید نبودید، یه دفعه تو این چند ماهه این مدارک به وجود اومده. این دقیقاً همین حرفیه که آقای فتحی الان توی برنامه زدن. وقتی سند کسی نمیخواد همه این حرفا مطرح میشه، میگن پدر من شهید انقلابه، پدر من 50 ساله آبان ماه 50 ساله مرده، میگن من 2 ساله از ایران آمدم سردار سپاه بودم، میگن که من اصلا بلد نیستم حرف بزنم، دیپلمم ندارم، یک کسی بغل دست من نشسته حرفا رو میزنه، من از زبون اون دارم یه چیزایی رو میگم. آخه آقای خیاط پوشی، آدم با کی میتونه این صحبت ها رو بکنه؟ من واقعا نمیدونستم که آقای فتحی میخواد که یه همچین برنامه رو مطرح بکنه. منم نمیدونستم واقعا. واقعیت قضیه اینه که میدونید بهمن جان، ببخشید ولی من حالا البته دیدگاه تو بسیار با ارزشه، ولی من فکر میکنم که آدم خودشو پایین میاره. بله. میدونی چی میخوام بگم؟ آدم خودشو جز کتوله ها میبره. بله. ببینید من با اسماعیل نوریالا، با دکتر نوریالا اختلاف فکری دارم، ولی دکتر نوریالا به نظر من یک شاخصه تو جامعه ایران. من میتونم اختلاف سیاسی باش داشته باشم، من با اون آقایی که نه هنوز دیدمش نه صحبتی کردم، رئیس نمیدونم 40 تا سازمانه، هیچ مشکلی ندارم اصلا، من چون نمیشناسم. ولی امروز میبینم که همه از طرف ایشون، یک خانمی میاد این نامه ها رو مینویسه، مرتب عناوین مختلف، نمیدونم چه و چه و چه، برای من تنها نه، برای من حالا ترجیبند قضیه هستم. ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم که ایشون وقتی که فحش میده، آقای دکتر نصر اصفهانی هم میگن که با من نیست، ولی شماره تلفن آقای دکتر نصر اصفهانی زیر فحش هاست. آخه این که نمیشه که. آقای خیاط پوشی، باز عرضم رو اینجا تموم میکنم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. من یک مسئله بیشتر مطرح نمیکنم، همیشه میگم که اگر مسئله ای داریم، اگر اختلاف سلیقه‌ای داریم، حتی اگر دشمنی داریم، بیاییم جلو مردم بنشینیم صحبت بکنیم. از چی وحشت داریم که جلو مردم نمی‌نشینیم؟ من همینجا بارها و بارها تو این برنامه، در برنامه‌های خود جناب‌عالی آقای خیاط باشید، من چقدر اعلام کردم که من آمادگی اینو دارم با مردم بشینیم، با اون کسانی که فکر می‌کنن اختلاف سلیقه هست، جلوی مردم صحبت بکنیم. چه اتفاقی میفته اگر ما جلوی مردم حرف بزنیم؟ خب مردم قضاوت ما رو بکنن، بذارید مردم توی ماجرای اپوزیسیون باشن، بذارید مردم تو جریان سیاسی قرار بگیرن، ببینن چه خبره. در خدمتتون. خواهش میکنم بهمن جان، شما اگر کوتاهی داشتید بفرمایید که تا آقای خیاط باشی. من با آقای خیاط باشی میخواستم یه صحبتی رو بکنم. خواهش. فقط برای اینکه برنامه خیلی جدی شد، یه نکته ای رو به ایشون یادآوری بکنم که یادم رفت بگم. آقای خیاط باشی، 2 نکته دیگه هم در مورد من گفته شده. یکی این که من به دلیل این که تنفر دارم از خانواده پهلوی، در دوران رضا شاه هم با رضا شاه مخالفت میکردم. دوم اینه که در فیسبوک بود، بله، در سیه تیر
من بودم که دکتر بقایی رو تحریک میکردم بر علیه مصدق، که اون موقع من 5-6 سالم بوده. اینم خواستم جهت اطلاق مرسی بفهمین. من میخواستم از فرصت استفاده بکنم و بگم در این برهه، در این شرایط، هر کسی مزاحمین جمهوری اسلامی رو بخواد به صدمه بزنه، نهایت خیانت رو به ملت ایران کرده. ما وقتی که داریم ادعا میکنیم، وقتی که شعار میدیم، میخواهیم به یک مدینه فاضله برسیم که پارلمان بتونه تشکیل بشه از طیف‌های فکری مختلف و اونجا همه حرفاشونو بزنن، این حرکت ها یعنی چی که ما میایم یه کاری میکنیم بدون اینکه حقوق از جمهوری اسلامی بگیریم، به نفع اون کار میکنیم، اون شامپاین وا میکنه شا. این بحثی است که جناب فردی مسئله چون امروز گفتم میخوام به شنب بینندگان هم بپردازیم. حتما دو تا من یه دونه تکست، یک دونه در تلگراف دریافت کردم، فرمودن اسمشون هم اجازه دارم بگم. دکتر سعید شریفراد، استاد دانشگاه دروس، ایشون فرمودن که این عزیزان، این آقایون، خانم ها، آیا معنای اصلا دموکراسی که ظاهرا 36-37 ساله براش در خارج از کشور صحبت میکنن میدانن یا نه؟ دموکراسی یعنی حفظ حقوق اقلیت. ایشون خودشون مثال میزنن که من در اون من با جمهوری اسلامی خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستم و هر چی پای صندوق رأی مردم ایران هر رأی دادن، من به اون رأی احترام میگذارم، ولی من پرچم سرنگی رو قبول دارم که وسطش نام ایران باشه. حالا با من قرار چیکار کنه؟ اگه من این آقایون خانما رو نپذیرم، قراره در حکومت آینده کشته بشم. اگه قراره کشته بشم، من دلم نمیخواد پس جمهوری اسلامی سقوط بکنه. یه سوالی، حالا امیدوارم که خط آن باز شد، جناب دکتر شریفراد خودشون بتونن رو ایر اصلا صحبت کنن. و دوست دیگری سوال کردن راجب خود من، گفتن که از چند سال قبل این بحثا بوده، چرا اقدام قانونی نکردی؟ و مثال زدن که دیگران در گذشته اقدامات قانونی در این زمینه شده. بله، سالها قبل دیگه در میون ما نیستن، آقای هادی حقوقی روزنامه نگاری بودن که چیزای دروغ می نوشتن و یک گروهی به هر حال تصمیم گرفتن اقدام قانونی بکنن. فرض کنه ایشون رو یه سالم زندان انداختن. واقعیت اینه که آقای خیال باشی، آقای لاجوردی، اقدام قانونی کردن درسته، ولی ما یه جامعه مهاجر هستیم، یه حکومت بدی اونجا داریم. اینکه ما همدیگر دادگاه بردن، بجز این که برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، دستاورد دیگه برای ما نمیتونه داشته باشه. اینکه ماها با همین اختلاف ها رو داشته باشیم، اینکه بریم تو دادگاه ها، من نمیدونم. شاید درست بود که آدم یه کار برای اینکه از این دروغ ها سالا گفته شده، نمیدونم، من مثلا در جایی که با مؤسسه کار میکنم اتوبوس گرفتم، ایرانیان، تمام اینا بدون دروغای ساختگی ذهن این آقایون و خانم ها، هیچ کدوم بدون سند، هیچ کدوم نمیتونن در یعنی یه جای قانونی بتونن اثبات بکنن. ولی واقعیت اینه که حالا شما نظرتون رو بگیم، واقعا این شکایت اگر این اتفاق میفتاد به نفع جمهوری اسلامی نبود آقای خیاط؟ خب طبیعیه باشه. توی کور، توی دادگاه آدم بره از هموطن خودش شکایت بکنه، خب طبیعیه، این قشنگ نیست، راهش هست، درسته، اما قشنگ نیست. ولی خب همین کارهای غلط رو ببینیم به کجا کشون ما رو دیگه. این رادیو تلویزیون هایی که به وجود اومدن آخه برای کار سیاسی کردن که برای هیچ کسی، الان آقای لاجوردی و دیگران خیلی های دیگه 40 ساله تلاش میکنن، دعوتنامه که نفرستادن که حتما شما باید کار سیاسی بکنید، یا بنده یا شما یا دیگران. کار سیاسی شروع کردن، امکانات مالی نداشتن، نمیشه، شما نمیشه بیزنس وا کنی. آقای خیاط باشی باید بگه مردم پول بده که من این بیزنسمو اداره کنم. بعد شروع بکنی مسیر مبارزه رو، حالا یا آگاهانه یا به قول آقای لاجوردی، منم معتقدم هیچ کدوم اینا از جمهوری اسلامی حقوق نمیگیرن، ولی به اشتباه حقوق نمیگیرن، به نظر من باید بگیرن. بفرمایید آقای لاجوردی، صحبتی دارین؟ تلفن‌ها رو هم بذارین، امروز من ترجیح میدم یه مقدار بینندگان بیشتر با ما. من فقط میخوام آقای فتی، آقای خیاط باشی، تأسف خودم رو بگم. ببینید، واقعیت امر اینه که ما یادمون میره که توی ایران امروز چی داره میگذره. ما یادمون میره که رئیس نظام پزشکی در ایران اعلام میکنه در هر 5 دقیقه یک نفر سکته قلبی میکنه زیر 50 سال. ما یادمون میره که خانم مهندس آرشیتکت مرده شوری میکنه به دلیل اینکه کار نداره. ما یادمون میره که 16-17 میلیون حاشیه‌نشین داریم.
ما یادمون میره 30 میلیون گرسنه داریم، ما یادمون میره که عرب‌های عراق و سوریه و یمن و غیره و غیره گذشته از افغانستان و فلان، اینها ما رو قاتل میشناسن. ما یادمون میره که این مجموعه بچه‌های خیابانی، آقای خیاط باشی، 7 میلیون بچه زیر 12 سال توی خیابان، بچه کار و بچه خیابونی هستن. ما چجوری میتونیم نفس بکشیم؟ چجوری میتونیم که نمیدونم شعار بدیم که نمیدونم آی فلان توی این 37 سالم کردیم؟ یک لحظه به فکر این قضیه نباشیم. اولویت های ما کجاست؟ ما آیا میتونیم شب سرمون راحت رو بالش خودمون بگذاریم؟ من اینجاها مثلا مسئله است، وگرنه میشه دو تا تلویزیون دیگه هم باز کرد، اون به این فوش بده، اون به این فوش بده. 37 سال تلویزیون ها، گروهی به مصدق، گروهی به شاه، این به اون بگه، اون به 370 سال دیگه میشه این قضیه رو ادامه داد. آقای لاجوردی، خطامون پر همش، خواهش میکنم کوتاه‌تر. من دو تا چیز فقط سریع اضافه کنم. آقای لاجوردی، 462 نفر آقای خیاط باشی از آلودگی هوا در تهران جانشون رو در ماه از دست میدن. 10 سال آینده این درست 10 برابر خواهد شد. در پایتخت ما در سال 36 سانتی متر، در 10 سال میشه 3 متر و 60 سانتی متر. نشست میکنه فاجعه بزرگ محیط زیستی در انتظار ماست. دنباله عذر میخوام، دنباله فرمایش جناب عالی، با توجه به خوش شدن چشمه‌های زیرزمینی، شرایط زیر زمین طوری شده که با یک زلزله سریشتری احتمال فاجعه است. یعنی این ریزش‌هایی که الان توی جاده‌ها می‌بینیم، این اگر زیر یه مثلا برج اتفاق بیفته، شما فقط حساب بکنید چی هست. تلفن ها خواهش میکنم کوتاه مختصر دو دقیقه از همه عذرخواهی میکنم. من هیچ وقت تلفنی رو قطع نمیکنم، ولی اگر بیشتر از دو دقیقه باشه، چون خطا همه واقعا پره، مجبور هستم قطع بکنم. اولین تلفن بفرمایید، صدای شما پخش میشه. از شما بخیر. سلام علیکم خدمت آقای. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب، من یک ساعت دارم برنامه شما رو میگیرم. بله. شما هی داری از این از اون گلایه میکنه چی در مورد کی چه حرفی زده. خب زده که زده، چه اهمیتی داره؟ بله. مهم اینه که شما راهتون درست باشه، هدفتون درست باشه، کارتون رو بلد بشید، برید جلو. این حرفا همیشه هست تو انقلابات دیگه، هم دیگر هست فیزیکی میکنن، یه چیز عادیه. نمیدونم شما چه سر چی. بعدش هم یکی از دلایلی که من میگم که فارس و سیاست بلد نیستم به خاطر همین چیزا، همین حرفای پیش پا افتاده. بعد عزیزان فارس نمیتونن خودشون رو جمع جور کنن، بعد میان. من همیشه میگیرم برنامه شما، خیلی برام جالبه در مورد اقوام صحبت کنم، میخوام حق اونا رو بدم. ما به شما خودشون نمیتونن جمع جور کنن، بعد میخوای حق اقوام رو بدید. حق اقوام مگه دست با چلوفتی هم نشستن که شما حقشون رو بدید؟ من هیچ قراض و مرضی ندارم، ولی واقعیت اینه، اگه میخوام قرمز طبقه هم بریم تعارف کنیم با هم دیگه، منم بلدم. ولی اگه واقعا میخوام این چرک و عفونت از بدن ایران بکشیم بیرون، مشکل ایران حل بشه، باید واقعیت رو گفت. سپاسگزارم. دو دقیقه اظهار نظر فرمودین، من چون عرض کردم درست دو دقیقه است. تلفن بعدی بفهمی، خواهش میکنم. سلام، با من هستید؟ بله بله، سریع دو دقیقه بفهمید. من خواهش کنم که من یه سوال دارم از آقایون از هر سه نفر. بله. خوشدانم قضاوت کنید شما. اگر شما فکر میکردید خمینی میاد این رژیم میمونه، آیا حاضر بودید؟ آیا به اصلاح رژیم شاه میتعداختید یا درباره نابودی اون اقدام؟ اجازه بدین جواب بدن. بله آقای پتی، من نشنیدم. اگر آقای خمینی قرار نبود بیاد، یعنی که حکومت شاه رو میشد اصلاح کرد، شما رأی میدادین به اصلاح حکومت شاه اون موقع اگه میدونستین چی پیش میاد؟ من پاسخ بدم. بفرمودن شما و مهمان ها دیگه. به نظر من با اجازه آقای خیاط باشی، خواهش. من تصورم بر اینه که یک، به نظر شخص من در مورد خودم تنها صحبت میکنم، من اولا در انقلاب نبودم. من دو ماه قبل از انقلاب به ایران آمدم، در فرانسه درسم رو تموم کرده بودم، ولی امروز این اعتقاد من وجود داره. یک ناآگاهی، یک مد اجتماعی، یک تب اجتماعی جامعه رو گرفت با دست خارجی، با داخل، با نبودن سیاست‌های درست سیاسی، ما به اینجا رسیدیم. طبیعی است که از دو طرف باید یک عذرخواهی وجود داشته باشه، یکیش در جامعه ایران
یکیش در مورد حکومت که به این ترتیب حکومت قانونی که ول نمی‌کنه بعد بره و روشنفکرای جامعه ایران که به هر حال تحت تاثیر بزرگ این فاجعه قرار گرفتن. من به خودم با وجودی که نبودم بله من خدمت شما عرض کنم بارها در برنامه رادیویی خودم راجع به این مسئله صحبت کردم و گفتم زمانی که حکومت آماده برای اصلاحات بود ما گفتیم براندازی، الان که باید بگیم براندازی میگیم اصلاحات. نمیدونم جواب پاسخ رو دادیم. بله کاملا درست جانم، بفهمید صدای شما پخش میشه. من خواستم صحبت بکنم. صحبت بفهمی خواهش میکنم، صداتون پخش میشه، بفهمی خواهش میکنم. من فقط یک سوال دارم، خواستم بدونم که گذاشتن پرچم ایران چه اشکالی داره که شما ازش امتناع میکنید؟ خیلی متشکرم از پاسخ. مرسی. یه بار دیگه لاجوردی قبلا پاسخ دادیم، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدین به این هموطن عزیز. عرض کردم هیچ ابایی کسی نداره، پرچم رو گفتیم هر کسی میتونه تو سالن بیاره. بحثی که وجود داشت این بود به دلیل اختلافی که سر پرچم هست، سر خود شیر خورشید هست. یه گروهی از ایرانیان مشکل درسته بله. شیر نشسته، پرچم شمشیر ذوالفقار، نمیدونم فلان، گفتیم این مشکلات رو اونجا نیاریم بلکه بتونیم که بیشتر با هم دیگه جمع بشیم. سپاسگزارم. بفهمید صداتون پخش میشه. جانم بفهمید. آقای فتحی؟ بله بفهمید خانم. دوست از شما و دویار دبستانیتون. مرسی. خدا خدمت آقای حیات داشی عرض کنم. درود بر شما. کسی بدید من این تلویزیون هم خواهد. آقای خیاط باشی خیلی خوشحالم شما رو میبینم، رادیوی شما رو من پی میگیرم، هم مثل همیشه خوب هستی، انتقادهای مخرب نمی کنی. ولی بدون هر چی سواد داری، هر چی خرد داری، هر چی دانایی داری بیشتر از اون یار دبستانی که من نمیدونم یار دبستانی تو چقدر از فرانسه بار فرهنگ و دانش آوردن به ایران، ولی شما بسیار بسیار مرد خردمندی هستید. قربون شما، خدا نگهدار. سپاسگزارم. نقطه نظرتون رو فرمودید. ببینید خطا جانم بفهمید. درود بر شما. متشکرم. من خدمتتون عرض داشتم که این مسائل و انتقاداتی که میشه بلی. به نظر من یک سازمان سیاسی بایستی تعاملش خیلی بیش از اینها باشه. نه انتقاد با فحاشی، آخه فحاشی بحث من این بود که فحاشی میشه درسته. انتقاد ولی همین فحاشی رو هم در مورد سیاسیون دیگه هم میکنن، ولی آنها این تعامل دارن. چرا؟ چون برای اینکه این فحاشی رو شخصی که معتبر باشه که انجام نمیده. اینا افرادی هستن که دارای خصوصیات شخصیتی خیلی پایین هست، حتی ممکنه یه روزی یه نفر که منتال پرابلم داره به شما یه توهین بکنه، ولی شما اگر بخوای پخش بکنید و ازش به صدا برنامه ساخته بشه به نظر من فایده نداره. ولی میتونه در ارتقای شکلگیری برنامه سیاسی شما حتی مؤثر باشه، چون شما این برنامه که هم که یک تجمعی که در تورنتو داشتید انتقاداتی بر اون وارد بود که یکی اینکه از افرادای سیاسی که فعال بودن اینجا دعوت نکردید یا اینکه کردید اونها نیومدن، نمیدونم، ولی این انتقاد بوده در اینجا و افرادی هم که ازشون دعوت کرده بودید و حضور داشتن از افراد فعال سیاسی تورنتو نبودن و این هم در هر حال باعثی مطرح بشه. و در مورد پرچم هم من خدمت رو عرض بکنم، روزی که تظاهرات اینجا برقرار شده بود بر علیه جمهوری اسلامی به خاطر کشتن ندا و شورش ها، اینجا اعلام شده بود که پرچم فقط شیر خورشیدی بیارن، ولی بعد متوجه شدن که مسئله داره، اعلام کردن خیلی خوب هر کس پرچم خودش بیاره. ما در اون جمعیت سه نوع پرچم دیدیم، یک پرچم شیر خورشید بود و یه پرچم هم بدون شیر خورشید و یه پرچم هم اتفاقا جمهوری اسلامی هم بود. خب همه هم با هم کاری هم نداشتن، اتفاقا همه هم شرکت کردن و بر علیه جمهوری اسلامی هم شعار دادن. پس این خیلی خوب بود که اگر شما این اجازه رو میدارید که پرچم هر کی دوست داره پرچم خودش رو بیاره. سپاسگزارم.
آقای لاج ببخشید من دو دقیقه من همه رو گفتم قطعه. آقای لاجوردی خیلی کوتاه چون خطا همه پره که دعوت از سیاسیون شده بود. دلم میخواد خیلی کوتاه توضیح بدیم. بفرمایید. ما از تمام افراد سیاسی دعوت کردیم چندین و چند بار، بعضی ها رو تلفنی، بعضی ها رو کتبن، دو سه بار کتبن دعوت شده بود. اینی که گفتن نمیدونم در جاهای دعوت نشده، من با هر شاید اسم ببرن بهتر باشه. بله. ما بارها و بارها درخواست کردیم که اگر ما کسی رو هم از قلم انداختیم به ما یادآوری بکنید، ولی این کاری بودی که همیشه کردیم، باز هم انجام میدیم، در آینده نزدیک هم باز همین کار خواهیم کرد. خط بعدی بفرمایید، صداتون پخش میشه. سلام عرض میکنم. سلام بفرمایید. خواستم راجع به موضوعی که آقای لاجوردی گفتن، منظورشون این بود که شاه حکومت رو ترک کرد رفت، این واقعا بی‌انصافیه. شاه 30 و چند میلیون ملت ایران از جا بلند شدن گفتن ما تو رو نمیخوایم، در مقابل کسی که این مردم یک امام برای خودشون انتخاب کردن. فکر نمی‌کنین که شما ایران هزار برابر از سوریه بدتر می‌شد؟ اجازه بدیم پاسخ بدن. آقای لاجوردی شنیدین سوال ایشون رو؟ بله من سوال ایشون رو کاملا شنیدم. ولی وقتی که یک جامعه دچار تب میشه باید که جلوش ایستاد، وگرنه به همین بدبختی که امروز رسیدیم میرسیم، چون مردم هیجان زده هستن. با هیجان نمیشه حرکت به وجود آورد، باید با عقل و منطق حرکت به وجود آورد. بفرمایید. بله. شما چیزی میخواید اضافه کنین؟ من بفرمایید. در مورد تلفن قبلی میخواستم بگم دوستان عزیزمون وقتی انتقاد میکنن چقدر خوب، و بله اگر مخالفم هستن خب نظرشون میدن راجع به کنفرانس، راجع به پرچم، راجع به هر چی قابل بحث، قابل خودش ساعتا بر متاسفانه فرصت پاسخ نیست توضیح میدن و قانع میشن یا قانع میکنن. این راهشه، این به نظر من یه چیز پسندیده است. انتقاد که خوبه. منم به دلیل اینکه گفتم عرض کردم فحاشی و اینکه گروه های سیاسی که اصلا نقد نباشه که تو جامعه آقای فرد بشه حرکت ایجاد نمیشه. و بعد در مورد این نازنین، البته من مقایسه رو زیاد جدی نمیبینم که بخواد آدم، نه الگو برداری رو جدی میبینم نه مقایسه رو، چون اگر ما بخوام الگو برداریم اون فاکتوراشو نمیتونیم بسازیم برای خودمون. اگر آقای فرض بفرمایید گاندی اومد اون زمان، یه فاکتورایی هم بود کنارش که اومد هندوستان. اگر آقای ماندلا اومد یه فاکتورایی هم بود کنارش. اگر آقای خمینی اومد یه فاکتورایی هم بود. امروز ما نمیتونیم از هیچ کدوم اونا الگو برداریم، بنابراین مقایسه هم نمیتونیم بکنیم. اگر که من اینجوری میگم، اگر که حالا یا گفتن یا خودشون تصمیم گرفتن، اگر شاه در مملکت میمون، ارتش به هیچ وجه من الوجوه نمیرفت همبستگی اعلام بکنه با گروهی که احیانا آمدن و مملکت رو گرفتن. این نظر من. یه چیز 15 ثانیه برحال تو تلگرام یه دوستی نوشتن که من ایشون طرفدار خودشون پرچم شیر خورشید بودن ولی دیگر نیستن، چون بعضی از این گروه ها حرمت این پرچم رو پایین آوردن و از اون به بعد این پرچمی که سمبل بخش بزرگی از جامعه بوده، به نظر این شنونده وقتی مورد سوء استفاده و منافع شخصی قرار گرفت دیگه پرچم من نیست. حالا درست یا غلط فقط من خوندم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو جانم بفرمایید. خانم درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم. صداتون البته درود بر سه نفرتون و خصوص آقای خیاط باشی. درود بر شما قربان. من میخواستم بگم که این بیشترین فوشی که میگید الان اعتراض داری فوش بدی همه سر این پرچمه. حالا این پرچم هیچ ضرری نداره. دو تا موضوع میخوام بگم. هیچ ضرری نداره. حالا بذار یه پرچم نگن که نباد بیاری. مریضی که قاطعش نیست که دیگران مریض بشن که. خب این پرچم ما دورش ما شاه که نبوده، ما دورش زودتر از شاه بوده. همه این نقیضی رو روی شاه دارم. و من میخواستم بگم که کسانی که اون زمان مخالف شاه بودن و بعد ایران با آتش زدن، هیچ وقت نمیتونن ایران رو اصلاح کنن و اینا رو بکنن بیرون بتونن ایران اصلاح بشه. خیلی هم ممنون. شنونده بعدی، بیننده بعدی بفهمی. خواهش میکنم آقای فردی. خواهش میکنم شما امروز یه دیرم به ما چیز بدین که ادید بدین من روز بشم. آقای خیاط باشی بسیار خوشحالم، بسیار خوشحالم شما را امروز در برنامه
آقای فتی در کنار جناب دکتر لاجوردی میبینم همسرم اونجا دکتر لاجوردی و یاد برنامه جهان امروز رو یک بار دیگه تکرار کرد. متاسفم که بعضی از سرمایه‌دارای مملکت ما که خارج از کشورن میان در بعضی برنامه به بعضی برنامه گذاران ساعت رولکس و حقوق مایانه و سالانه میدن به عنوان انعام، ولی حاضر نیستن همین پول رو اندکی از این پول رو به شخصیت هایی که بسیار بسیار توانایی و قدرت درست کردن برنامه، مخصوصا با این کاری که جمهوری اسلامی کرده، با این بهترین سوژه ها رو میتونه تهیه کنه که افکار و جامعه رو آگاه کنه، از آقای خیاط باشی استفاده نمی کنم. حیف 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 آقای خیاط باشی، ما مردم قدرشناس نیستیم. ما برنامه حدیثی شما ایرانی رو آگاه کرد و بزرگ کرد. من سوالم از آقای دکتر لاجوردی میگه، آقای دکتر لاجوردی، آیا شما حاضر با آقای شهرام همایون مناظره تلویزیونی بکنید؟ چرا ایشون دعوت نمی کنید؟ آقای شهرام همایون بارها آقا حریف میطلبه، شما بیاین حریف ایشون بشید، چون بالاخره اصلا ما مدت ایشون راحت بشید. و من متاسفم برای خانم شوره نظر اینایی که این همه گردن کلفته با قایتاقی صحبت میکنه، اینا چرا نمیرن مملکت رو آزاد کنن؟ با ما نفهمیدیم علاکرم و دینامیکی و صداشورا توی خارج از کشور ما خیلی داریم، این قدرشون نمیدونیم. موفق باشن. سپاسگزارم. آقای لاجوردی پیشنهاد کردن که به هر حال البته ما چیز شخصی با کسی حقیقتا توی نه ببینید، من داشتیم و نداریم و من کلی صحبت یک بار هم در چند سال گذشته با آقای همایون صحبت کردم، الان هم هیچ مسئله نه با آقای همایون با هیچ کس ندارم. درست. من بارها و بارها اعلام کردم، فقط و فقط اینی که وحشت ما چیه که جلوی مردم نمی نشینیم. من پس در نتیجه همه جور آمادگی نبدن تنها با آقای همایون، البته بحث مناظره به هیچ شکل چیز وجود نداره، اگر ایشون دعوت بکنن بنده حتما حاضر میشم، اگر تلویزیون های دیگه هم که مانع دارن برای حضور بنده دعوت بکنن حتما حاضر میشم، ولی نمیدونم وحشت کجاست که چرا دعوت نمیشه. سپاسگزارم. ما برنامه‌مون وقتمون چند دقیقه بیشتر نمونده، خطا 12 13 خط پره. بفهمی خواهش میکنم. جانم بفهمی سری تلویزیون رو خاموش کنی، مجبورم برم خط دیگه. جانم بفهمی خواهش میکنم. بله بفهمی، صداتون پخش میشه. ببخشید من تلفزیونم. الو. بله بفهمی، صداتون پخش میشه. این اندیشه هستش؟ بله رو ایر هستیم، بفهمی خواهش میکنم. یکی از تلفن کنندگان شما یه سوال بسیار پیچیده کردن که اگر مردم میدونستن که خمینی اینطوری خواهد شد، آیا باز هم دنبال خمینی میرفتن؟ متاسفانه انقدر سطح آگاهی در ایران کم بود در زمان محمد رضا شاه و نذاشته بودن که مردم مطلع بشن و متاسفانه مردم نمی‌دونستن. بله من خودم از گروهی بودم که سالهای سال مخالف شاه بودم، ولی اون چند ماه آخر حکومت شاه آرزو می‌کردم که شاه بمونه و خمینی نیاد سر کارش و متاسفانه این اتفاقات در زمان 27 سال حکومت محمد رضا شاه اتفاق افتاد و اگر ایشون نمی اومدن افکار مردم رو اینقدر محدود نمی کردن، مردم خمینی رو می شناختن، اسلام رو می شناختن و اسلام رو به خاطر اون چی که مسائل شخصی خودشون می اومدن دنبالش می رفتن، نه به خاطر این که جهت نادانی باشه. سپاسگزارم، مرسی. در این شک نیست که سطح آگاهی پایین بود. خطا صداتون پخش میشه، بفهمی خواهش میکنم. تلویزیون رو خاموش کنیم. الو. درود بر شما. میخواستم بگم که درود بر هر سه نفر شما و همچنین مهمان عزیزتون. درود بر. من هم موافق هستم اگه لطف کنید یه مناظره داشته باشید با آقای همایون، خیلی 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 به جامعه کمک میکنه، مثلا آقای لاجوردی لطف کنن، این خیلی خوب میشه چون مسئله خیلی مردم رو گیج کرده. مثلا منم با مسئله پرچم، هر کس میتونه پرچم خودش و ما یه پرچم بیشتر نداریم در ایران، اونم پرچم شیر و خورشیده. حالا هر کس هم بخواد هر پرچم بیاره مسئله نیست. اینم همینجور که بینندگان عزیز گفتن، به نظر من میشد که ان شاءالله که در مورد در
اون میتینگ‌های بعدیتون حتما این مسئله رو لطفا حل کنید، چون مهم این است که آدم یک پرچم هست که همه رو جمع میکنه به دور همدیگه. این لطف کنید که حتما در میتینگ‌های بعدی باشه. من موافق هستم که حتما یه مناظره انجام بگیره. خیلی ممنونم از آقای فتی برنامه‌تون. سپاسگزارم. مرسی. البته مناظره که هم تا آقای لاجوردی فرمودن نمیدونم، ولی دعوت هر که در برنامه حضور پیدا کنن همیشه با کمال میل. جانم بفهمید صداتون پخش میشه. خیلی متشکرم. دو دقیقه بستر حرکتی. بله بله. این رو دقت کنید که دو دقیقه باشه و قبل از اون شما میخواید من فقط تعریف کنم با حقایقی رو بگم در برای هرچی. شما هرچی دلتون میخواد بگین. چرا شرط میذارین؟ تو این برنامه چرا شرط میذارین؟ در چارچوب ادب هرچی دلتون میخواد بفرمایید. خواهش میکنم. البته که اینطور هست قربان. پس بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ادامه بدین. وقت زیاد داد. بله. 3-4 روز پیش توی این تلویزیون شخصی به نام آقای قانیفر دعوت. آخه اونو من نمیتونم ببینی. الان من اصلا نمیدونم که برنامه ما نبوده. بله درسته. ببینید شما خودتون صحبت کردید درباره آقای اسماعیل نوری‌علا. بله. من میخوام بگم آقای اسماعیل نوری‌علا همون نبود که اون موقع تشویق میکرد جوانانی مثل من برن و هر کار بکنن که شاه بره. هنوز همون حرفایی رو نمیزنه که 40 سال پیش میزد. من در مورد کار ادبیش رو گفتم. ببین یه دقیقه من در کار ادبیات، کاری که در زمین ادب، من راجع به نقطه نظر سیاسی ایشون اظهار نظر نکردم. بفهمید. ما قربان اینجا درباره ادبیات حرف نمیزنیم. گفتم نوری‌علا در این زمینه کاری کرده که سالها باقی میمونه. مخالف سیاسی هستید، این حق شماست. قرار شد که بنده رو قطع نکنم. بنده قطع نکردم. بفهم. بله. ببینید ما که کار ادبی رو نمی‌مازیم اینجا. بله. درباره کار سیاسی صحبت می‌کنی. آقای نوری الان نامه نوشت به خمینی وقتی که تسخیر سفارت آمریکا انجام شد بهشون تبریک گفت. کسی مثل آقای نوری الان دیگه نباید برگرده بیرد. اصلا من روم نمیشه اگه جای ایشون. حالا ما باید ایشون رو یه بار دعوت کنیم، اون موقع شما تشریف بیاریم با خود دکتر نوری‌علا مطرح کنیم وقتی مهمان حضور دارن. سپاسگزارم. من آخرین خطا همه پر متاسفانه وقت ما هم خیلی کم. جانم بفرمین. درود بر شما. بفرمین. خواهش میکنم سریع، وقت خیلی کم داریم. جناب آقای پتی هستم. بفرمین. بله بله میبخشید. سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت دوستان محترمی که در اونجا هستن. آقا موقعی که ما ایران ترک کردیم پرچمی که میشناختیم پرچم شیر خورشید بوده. بله. حالا این پرچم هم که در مجلس شورای ملی مردم رأی دادن به این پرچم که این پرچم گذاشتن و در این پرچم مال شاه نبوده. بله. پرچم رسمی ایران بوده. حالا شما میفرمان اگه بنده پرچم بگم آقا پرچم شیر خورشید رو میخوام، این دلیل بر اینه که مثلا بنده بگم شاه میخوام؟ ما همچین حرفی نزدیم. بفرمایید نظر شما. اصلا به هم نداره. من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم. بله. ایشون میخواد نخست وزیر بشه، من بهشون رأی میدم. ایشون میخواد اصلا هیچ کاره بشه، من طرفدار ایشون هستم. چقدر خوب. ولی سوال بر سر اینه که من شب اولی که آقای در اروپا هستن آقای لاجوردی اومدن این برنامه رو توضیح دادن، من یه سوال از ایشون کردم. گفتم آقا شما اگه تونستید مدیران تلویزیون رو با هم جمع بکنید، با هم کنار بیاید، تمام مسئلهاتون حل میشه. تازه بعد از 7-8-10 ماه، شاید یک سال پیش بوده این حرف رو من زدم، حالا تازه رسیدیم به این که از این تلویزیون و از اون تلویزیون چیز میکنن. در ضمن آقای خیاط باشی معذرت میخوام، من یه خورده چیز بودم، عجله صحبت کنم. درود بر شما. سلام خدمت شما دارم. درود تو سیو به قول امریکایی ها. از موقعی تشریف بردی دیگه ما شما رو ندیم. آقا شبتون بخیر. سپاسگزارم. دوستان اگر رو خط تشریف داشته باشن من یا آقای خیاط باشی به تلفن‌های شما پاسخ میده. متأسفانه 20 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. صحبت پایانی آقای خیاط باشی چند ثانیه شما بفرمایید. 10 ثانیه هم آقای لاجوردی. والله همون که آقای خیاط باشی بفرمایید. خواهش میکنم. من همونطور که عرض کردم فکر کردم قراره با هم دیگه گفتگو کنیم و گپ بزنیم، بگیم بخندیم و نمیدونم بررسی کنیم مشکلات مملکتمون رو حل کنیم. من تا نمیدونستم که در یک چنین شرایطی قرار میگیرم و بایستی حالا این رو به فعال نیک بگیریم. مردم استقبال کردن. بله من میدونم مردم استقبال کردن که مسئله هست آقای. بله حقیقش. اما به طور کلی ببخشید جناب دکتر لاجوردی من از 20 ثانیه بیشتر شد. من میخوام بگم این نوع مسائل جز بزرگ کردن اون آدما هر کی میخواد باشه هیچ
نفع دیگری نداره. من نظرم یه بحثیه که یه برنامه دیگر تلویزیونی که واقعا ببینیم که حالا این نقطه ممکنه من با شما اختلاف نظر داشته باشم. آقای به هر حال وقت ما کاملا تموم شده. سپاسگزارم که راه رو تو باران زحمت کشیدید. سپاسگزارم قربون شما. به هر حال خوشحالم که شما دوست عزیزم جز این انتظار نداشتم. آقای لاجوردی صبح شما در پاریس بخیر و من باز فکر کنم امیدوار هستیم که بارها و بارها و بارهای دیگه آقای خیاط باشی در اینجا در خانه خود شما. بله من باز فکر میکنم به دلیل اینکه در 12 تا خط بره این موضوعی که تو جامعه آقای خط باشه راجبش باش صحبت بشه. تا تشکر دیدار دیگر. قربون شما. روزتون بخیر. مرحمت روزیات. تا درود دیگر بدرود بینندگان.